21 روز خرداد ماه برابر با 11 جوان سال 1234 خورشیدی برابر با 1855 میلادی. برای نخستین بار تجزیه نور خورشید توسط دو دانشمند آلمانی به نام‌های کیرشهوف و بانسون انجام شد. هرچند پیش از این نیز بحث تجزیه نور خورشید مورد توجه بسیاری از دانشمندان بود، اما نظریه ارسطو درباره رنگین کمان را باید قدیمی ترین این نظریه ها دانست که بعدها توسط دانشمندان دیگری چون بوعلی سینا، ابن هیثم و قطب الدین شیرازی تکمیل تر شد و سرانجام کیرشهوف و بونسون با استفاده از روش تجربی آن را ثابت نمودند. سال 1316 خورشیدی برابر با 1937 میلادی، در گذشت ارنست رادرفورد، فیزیکدان انگلیسی و پدر انرژی هسته‌ای که در ابتدا تحقیقات و مطالعاتش را بر تجزیه و تحلیل تشعشعات رادیواکتیو متمرکز کرد و توانست دو تابش رادیواکتیو ناهمانند شناسایی کند. وی اشعه اول را که تابشی با بار الکتریکی مثبت بود و امکان جذب آسان در مواد را داشت، اشعه آلفا، و اشعه دوم را که تابشی با بار الکتریکی منفی و تشعشع کمتری ایجاد می نمود و بیشتر در مواد نفوذ می کرد را اشعه بتا نامید. او سپس اشعه سومی را که نافذترین تابش را داشت کشف کرد و آن را پرتو گاما نام نهاد. به گفته گروهی از دانشمندان، بزرگترین دستاورد علمی رادرفورد کشف ساختار هسته اتم بود که به پیشرفت دانش جامعه علمی کمک بسیاری نمود. رادرفورد به دلیل تحقیق در زمینه فعالیت تشعشعی عناصر موفق به اخذ جایزه نوبل شیمی شد و سرانجام در 66 سالگی درگذشت. سال 1353 خورشیدی برابر با 1974 میلادی، در گذشت محمد خزائلی، بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان که در 18 ماهگی به علت ابتلا به بیماری آبله بیناییش را از دست داد و در کودکی به دلیل نبود وسایل و مدارس خاص برای نابینایان به ناچار راهی مکتب خانه های قدیم شد و به محض افتتاح اولین مدرسه در عراق به نام مدرسه سمسامیه به این مدرسه رفت تا به کمک حافظه قویش درس‌هایی را که برایش می‌خواندند یاد بگیرد. دوستان دوران تحصیل خزائلی نقل می‌کنند که در گردش و تفریح‌های خارج از شهر، محمد همواره از آنان می‌خواست تا نوشته‌های روی سنگ قبرها را به وی نشان دهند تا او بتواند با لمس کردن آنها اشکال مختلف حروف الفبای فارسی را یاد بگیرد. اما آن روزها در ایران درس خواندن برای افراد نابینا کار چندان ساده‌ای نبود و محمد خزائلی برای گذراندن امتحانات پایه سوم متوسطه با مشکلات فراوانی مواجه شد. او که امتحانات شفاهیش را با موفقیت پشت سر گذاشته بود، به دلیل نابینایی امکان شرکت در امتحانات کتبی را نداشت، ولی با سماجت و پیگیری‌های وی سرانجام پس از 2 سال مکاتبه با تهران موفقیت حاصل شد و امکان گذراندن امتحانات کتبی برایش فراهم گشت و به این ترتیب معمای گذراندن امتحان کتبی برای همه نابینایان حل شد.